سلام دوستان عزیزم، به جلسه پنجم از آموزش گیتار خوش اومدید. خب تو این جلسه میخوام ریتم دو چهارم رو به شما آموزش بدم و این یه ریتم خیلی خوبیه و خیلی آهنگای زیبایی میشه باهاش زد. ریتم دو چهارم از چهار ضرب تشکیل شده و ما این چهار ضرب رو با انگشت آی میزنیم، به این صورته که اولین ضرب ما از بالا به پایین با انگشت آی، یک ضرب از بالا به پایین، ضرب دوم از پایین به بالاست، دوباره با انگشت، تماما با انگشت آی، پس یک ضرب از بالا به پایین، از پایین به بالا، و ضرب سوم از بالا به پایین، با این تفاوت که وقتی که سیم به پایین میرسه، انگشت به پایین میرسه، با کف دست استوب میشه به این صورت، و ضرب آخر از پایین به بالاست. پس اینجوری شد که چهار ضرب، اولی از بالا به پایین، از پایین به بالا، از بالا به پایین همراه با یه استوب، و آخر در از پایین به بالا. حالا من یک بار این ریتم رو آهسته میزنم شما بیشتر متوجه بشید. به این صورت یک سری آکوردها رو تو جلسات پیش یاد گرفتیم، مثل لامینور، چند تا آکورد دیگه بود اگه یادتون باشه. ما این آکوردها رو تو جلسه سوم یاد گرفتیم. حالا من میخوام این ریتم دو چهارمی که امروز بهتون درس دادم و با چند تا از این آکوردها بگیرم و شما ببینید، چون اگه آزاد میزنید ریتم دو چهار، ریتم به خالی با سیمای آزاد، خب خیلی صدای دلنشینی نداره. این زیبایی صداها وقتیه که ما آکوردها رو عوض بکنیم. من یک بار ریتم رو آزاد میزنم آهسته، به این صورت بود. خب حالا یک بار من آکورد، این ریتم رو با چند تا آکورد میگیرم و میزنم. تا اینجا چندین آکورد سردسته رو یاد گرفتیم، توی جلسات قبل بهتون اینو توضیح دادم و عکسشون رو براتون گذاشتم که بیشتر متوجه بشید. حالا برای اینکه بتون آهنگای بیشتری بزنیم، دستمون بازتر باشه، آهنگا با صداهای بهتری باشه، آکوردای حرفه‌ای‌تری بگیریم، ما نیاز داریم آکوردای باردار رو نیز یاد بگیریم. برای این کار شما باید انگشت یکتون بسیار قوی باشه تا بتونید تمام سیما رو با هم بگیرید، یعنی انقدر تمرین کنید که وقتی که یکی از این فرت ها رو میگیرید بتونید قشنگ بدون هیچ صدای نویز این صدا رو در بیارید. پس برای این کار شما نیاز به یک تمرین زیادی دارید. مطمئن باشید روزهای اول بسیار سخته واسهتون، انگشت یکتون، انگشتتون خیلی قوی نیست، هنوز نمیتونه به خوبی این سیما رو بگیره و نیاز به تمرین زیادی دارید. مهمترین تمرین و بهترین تمرین واسه این موضوع اینه که شما از فرت اول، هر کدوم از این خونه ها که میبینید اینجا یک فرت بهش میگن، این فرت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، معمولا گیتارا 12 تا فرت دارن تا میرسه به بدنه. بعضی از گیتارا کاتوی هن، اونا بیشتر میتونید دستتون بازتره برای گرفتن فرت های کوچیکتر. خب تمرین اینه که شما باید انگشت یکتون رو بذارید روی فرتا و با شست میتونید اینو بکشید پایین،
یه آرپژ بزنید. خب برای همینطور که میگفتم با انگشت اول هر کدوم از این فرت ها رو ما میگیریم و با شست یه آرپژ میزنیم. فقط باید این انگشتتون روز اول معمولا وقتی میگیرید صدای خوبی نمیده آرپژ. یه ذره میبینید یه ذره صدای نویز داره، بعضی سیما خوب گرفته میشه. ببین به خاطر اینه که انگشتتون هنوز ضعیفه و خیلی قوی نشده. برای این کار شما باید هر روز این تمرین رو انجام بدید و مطمئن باشید که خیلی زود انگشتتون قوی میشه و میتونید آکوردهای باردار بگیرید. هر روز این تمرین رو همش انجام بدید. از سر دست شروع کنید و تا آخر بیاید برگردید که انگشتتون قوی بشه. هر بار رو هم یه آرپژ میزنید برای اینکه متوجه بشید که درست گرفتید. خیلی مهمه. چند تا آکورد باردار بهتون معرفی کنم. سیم اول، وقتی که فرت اول رو ما کاملا سیما رو میگیریم به این صورت با انگشت اول و انگشت دوممون از دست چپ سیم سوم رو میگیره تو فرت دوم. انگشت اول کاملا تمام تو فرت اول تمام سیما رو گرفته، انگشت دوممون میاد سیم سوم تو فرت دوم رو میگیره، انگشت سوممون میاد سیم پنجم از فرت سوم رو میگیره و انگشت چهارممون سیم چهارم از فرت سوم رو میگیره. این یک آکورد باره داره و ما اینو به اسم فا ماژور میشناسیم و این صدا رو میده وقتی که شما این آکورد رو میگیرید. فا ماژوره. وقتی این انگشت دو رو شما بردارید از همین آکورد، این آکورد تبدیل میشه به فا مینور به این صورت. بس وقتی که اینو میزنیم فا ماژور، وقتی که انگشت دوم رو برداریم این تبدیل میشه به فا مینور. همینطور اینجا ما داریم وقتی که این آکورد دو باره پنجم میگیریم و انگشت دو رو نمیذاریم و بقیه انگشت سه و چهارم مثل همین آکورد فا ماژور بود، یعنی که انگشت سه سیم پنجم فرت هفتم رو میگیره، انگشت چهارم سیم چهارم فرت هفتم رو میگیره. خب بس ما تا اینجا آکورد دول ماژور رو داریم. اینجا ما خیلی مهمه باز هم به همون صورت فا ماژور، وقتی که از فا ماژور که تو فرت اول بود، اگه ما همین آکورد رو بیاریم توی فرت سوم تبدیل میشه به سول ماژور. تو فرت اول فا ماژور. خب پس چی شد؟ ما اینجا تا اینجا سه تا آکورد مهم باردار رو یاد گرفتیم. اولین آکورد بود انگشت اول فرت پنجم تمام سیم ها، انگشت دوم نمیگیریم آزاده، انگشت سوم سیم پنجم فرت هفتم، انگشت چهارم سیم چهارم فرت هفتم. من عکسشون رو براتون اینجا میزنم تک تک آکوردا رو، شما بیشتر متوجه میشید. سول ماژور انگشت دوم تو سیم سوم فرت چهارم، فا ماژور همونطور که بهتون اولین آکورد رو توضیح دادم سیم اول انگشت دوم سیم سوم سیم پنجم و چهارم تو فرت سوم. و آخرم آکورد می ماژور رو داریم که توی جلسه قبل گفته بودم. خب برای قسمت پایانی این جلسه میخوام یه مروری کنیم روی آکورد دو چهارمی که داده بودم بهتون یاد دادم اول جلسه و چند تا آکوردی که امروز باردار بود میخوام براتون بزنم که بیشتر متوجه بشید. این آکورد و ریتم رو هر روز تمرین کنید و حتی اون تمرین دست راست و چپی که بهتون هم داده بودم دو جلسه های اول و دوم اونم حتما انجام بدید. این بود.
میبینید همینجوری میرفتیم بالا و میومدیم پایین، برعکس میزدیم. حتی این میتونید مثلا خودتون به دلخوا عوض کنید، بیاید از اینجا شروع کنید، جوری یکی در میون سیما رو بزنید اینجوری، اول زوج دوم، و هر جوری که میتونید این تمرین رو انجام بدید. خواهیم این آکوردها رو همینجوری به ترتیب بریم و برگردیم با ریتم دوچالمی که امروز بهتون گفتم به این صورت. ازتون ممنونم که تا این لحظه با من بودید. ازتون میخوام که با لایک و کامنتاتون، با سابسکرایب کردن و زدن اون زنگوله از من حمایت کنید. و این جلسه پنجم بود و جلسه بعد حسابی تمرین کنید ریتم دو چهارم و آکوردهایی که بهتون گفتم. تو جلسه بعد میخوام طبق معمول که هر بار که من هر جلسه که من یه ریتمی رو به شما آموزش میدم با یک سری آکوردهای جدید، جلسه بعدش یکی از آهنگای معروف ایرانی رو براتون با همون ریتم و آکوردهایی که آموزش دادم میذارم. پس جلسه بعد ما یک یا دو آهنگ جدیدی رو با گیتار بهتون یاد میخوام بدم که خودتون بزنید و بخونیدش. واو! خب حسابی تمرین کنید این ریتم و آکوردو که جلسه بعد با انرژی دوست دارم بیاید و شروع کنیم به یادگیری آهنگ جدید که با هم بخونیمش. این آهنگ آکورد دو چهارمه، توش یک یا دو تا آهنگ سعی میکنم بهتون آموزش بدم و بعد از اون میریم سراغ ریتم 6 و 8 سنگین. بعد از ریتم 6 و 8 میریم توی 4 چهارم و 6 و 8 شاد. خب میبینمتون، با لایک و کامنتتون از من حمایت کنید. ممنونم ازتون.